فصل 17 عیسی به شاگردان خود فرمود از روبرو شدن با وسوسه ها گریزی نیست، اما وای به حال آن کس که سبب وسوسه می شود. برای او بهتر است که با سنگ آسیابی به دور گردن خود به دریا انداخته شود تا یکی از این کوچکان را منحرف کند. مواظب باشید، اگر برادرت به تو بدی کند او را متنبه ساز، و اگر توبه کند او را ببخش. حتی اگر روزی 7 بار به تو بدی کند و 7 بار پیش تو بیاید و بگوید توبه کردم، باید او را ببخشی. رسولان به عیسی خداوند عرض کردند ایمان ما را زیاد کن. خداوند پاسخ داد اگر شما به اندازه دانه خردلی ایمان می داشتید، می توانستید به این درخت توت بگویید از ریشه در بیا و در دریا کاشته شو و از شما اطاعت می کرد. فرض کنید یکی از شما غلامی دارد که شخ می زند یا از گوسفندان پاسداری می کند. وقتی از مزرعه برگردد، آیا او به آن غلام خواهد گفت فوراً بیا و بنشین؟ آیا به عوض آن نخواهد گفت شام مرا حاضر کن، کمرت را ببند و تا من میخورم و مینوشم خدمت کن، بعد میتوانی غذای خودت را بخوری؟ و آیا او از آن غلام به خاطر آنکه دستوراتش را اجرا کرده است ممنون خواهد بود؟ در مورد شما هم همینطور هست. هرگاه تمام دستورهایی را که به شما داده شده به جا آورید، بگویید ما غلامانی بیش نیستیم، فقط وظیفه خود را انجام داده ایم. عیسی در سفر خود به سوی اورشلیم از مرز بین سامره و جلیل می گذشت. هنگام که می خواست به دهکده‌ای وارد شود، با 10 نفر جزامی روبرو شد. آنان دور ایستادند و فریاد کردند ای عیسی، ای استاد، به ما رحم کن. وقتی عیسی آنان را دید فرمود بروید و خود را به کاهنان نشان بدهید، و همچنان که می رفتن پاک گشتن. یکی از ایشان وقتی دید شفا یافته است، در حالی که خدا را با صدای بلند هم می گفت، بازگشت و خود را پیش پاهای عیسی انداخت و از او سپاسگزاری کرد. این شخص یک سامری بود. عیسی در این خصوص فرمود مگر هر 10 نفر پاک نشدند؟ پس آن 9 نفر دیگر کجا هستند؟ آیا غیر از این بیگانه کسی نبود که برگردد و خدا را هم گوید؟ با آن مرد فرمود بلند شو و برو، ایمانت تو را شفا داده است. فریسیان از او سوال کردند که پادشاهی خدا کی خواهد آمد؟ عیسی در جواب فرمود پادشاهی خدا طوری نمی آید که بتوان آن را مشاهده کرد، و کسی نخواهد گفت که آن در اینجا یا در آنجاست، چون در حقیقت پادشاهی خدا در میان خود شماست. به شاگردان فرمود زمانی خواهد آمد که شما آرزوی دیدن یکی از روزهای پسر انسان را خواهید داشت، اما آن را نخواهید دید. به شما خواهند گفت که به اینجا یا آنجا نگاه کنید، شما به دنبال آنان نروید، زیرا پسر انسان در روز خود مانند برق که از این سر آسمان تا آن سر آسمان می درخشد خواهد بود. اما لازم است که او اول متحمل رنج‌های بسیار گردد و از طرف مردم این روزگار رد شود. زمان پسر انسان مانند روزگار نوح خواهد بود. مردم تا روزی که نوح وارد کشتی شد و سیل آمده همه را نابود کرد، می خوردن و می نوشیدن، زن می گرفتن و شوهر می کردن. همچنین مانند زمان لوط خواهد بود که مردم می خوردن و می نوشیدن و به خرید و فروش و کشت و کار و خانه سازی مشغول بودند. اما در روزی که لوط از صدوم بیرون آمد، آتش و گوگرد از آسمان بارید و همه را از بین برد. روزی که پسر انسان ظهور کند مانند آن روزگار خواهد بود. در آن روز مردی که در پشت بام است و داراییش در خانه می باشد نباید برای بردن آنها پایین بیاید. همچنین کسی که در مزرعه است نباید برگردد. زن لوط را به یاد داشته باشید. هر که برای نجات جان خود بکوشد آن را از دست می دهد، و هر که جان خود را نثار کند
آن را نجات خواهد داد. بدانید که در آن شب از دو نفر که در یک بستر هستند، یکی را میبرند و دیگری را میگذارند. از دو زن که با هم دستاس میکنند، یکی را میبرند و دیگری را میگذارند. از دو مرد که در مزرعه باشند، یکی برداشته میشود و دیگری در جای خود میماند. وقتی آنها این را شنیدند، پرسیدند کجا ای خداوند؟ او فرمود هر جا لاشه‌ای باشد، لاشخورها جمع می شوند.